رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، صدای منو دارید؟ بله صداتون دارم، بفرمایید. آقای دکتر، من برای پسر 18 سالم با شما تماس گرفتم که ایشون مدت 2 ساله با یه دختر خانومی همسن خودش دوست شده. شما نسب کنید چند تا فرزند دارید عزیز؟ من 2 تا پسر دارم، پسر بزرگم هستن ایشون، یه 16 سالم دارم. از کجا تلفن میکنی؟ من از کانادا زنگ میزنم. چه مدتی از کانادا هستی؟ مدت 20 سال. پس بچه ها اونجا متولد شدند و بزرگ شدند؟ بله. همسرتون ایرانی هم دیگه، درسته؟ بله. شما کار میکنید یا کار نمیکنید؟ بله من کار میکنم. و همسرتون، اوکی. حالا این دختر خانم ایرانی هن یا غیر ایرانی؟ نه خیر، ایشون خودش کانادا به دنیا اومده، مادرش آلمانیال اصل، پدرش پاکستانیال اصل. اون وقت از نظر باورها و اعتقادات مذهبی چه؟ ما بهایی هستیم ولی مادرشون مسیحیه، پدرشون مطمئن نیستم که حالا مسلمان هستن پاکستانی هستن، احتمال زیاد از خانواده مسلمان بودن. خب از کجا با هم آشنا شدن؟ از دبیرستان؟ بله از دبیرستان با هم آشنا شدن و این دختر خانوم در واقع دوست دختر یکی از دوستای پسرم بوده. گفتی چه مدتیست با هم دوستن؟ اونه مهم نیست، چه مدتیست با هم دوستن؟ بله تقریبا 2 ساله. آیا هر دوشون هنوز دبیرستانن یا رفتن کالج؟ نه دانشگاه هستن هر دوشون. همه آیا در یک کالج هستن، دانشگاه هستن یا نیستن؟ نه در یک کالج نیستن، ولی دختر خانم الان تصمیم گرفته که ترانسفر کنه خودشو به دانشگاهی که پسر من الان درس میخونه. خب حالا چه مشکلی شما در جهت دوستی اونا میبینید؟ این دختر خانم لب شکری هست، تو شکاف کام داره و همین باعث شده که صحبت کردنش هم یه خورده مشکل داره و پدر ایشون گویا زمینه بایپولار داره و خواهر کوچکترش هم HDAD داره. حالا در مورد خودش هم مثل که دپرشن هایی داشته. حالا من سوالم این است که پسر شما این اشکال ظاهری رو هیچی مهم نمیدونه؟ مهم نمیدونه، ولی وقتی من ایشون رو دیدم و تقریبا 1 سال پیش با من آشناش کرد و دیدم، ازش وقتی پرسیدم که چون خب از نظر ظاهری میشه گفت به هم نمیخورن، من نمیخوام بگم پسر من آلن، یعنی چی به هم نه به هم نمیخورن، یعنی چی؟ نه اونو باید. نه به هم نمیخورن یه زمانی است که اینقدر تفاوت ها زیاده مثل تفاوت سن که مشخص هر کی ببینه، یه زمانی است که آدما به هم نمیخورن از نظر ما هست. حالا اصلا بحث به هم میخورن نیست، من میگم شما چرا اینقدر رابطه رو جدی گرفتی در 18 سالگی؟ آره موضوع همینه، همه به من همین رو میگن که مثلا اینا هیچ تازه 17 سالشون ممکنه 10 تا دوست دختری دیگه عوض کنه. اصلا ممکنی نیست، مهم این است که این ایام این دوستی ها اهمیتی نداره. فقط من سوال من شما جواب بدید، پسر شما چون این اگر اون گونه است که من تصور کنم، شاید هم تصور من غلطه، یه اشکال آشکاری که معمولا آدم ها باش ناراحتن، خود اون فرد و پسر شما این اشکال رو نمیبینه یا فکر میکنه مهمه؟ از نظرش مهم نیست. من وقتی ازش پرسیدم که چطوری آشنا شدی و علاقه مند شدی به این دختر خانم، گفت چندین بار مثل این که قبل از که پسر من گواهی نامش رو بگیره ایشون بهش رایت داده، که آفر داده که بهش رایت بده ببرد. خب آقایی که چه ارتباط چه اهمیتی داره؟ نه اون که ببینید شما با اون موضوع کاری نداشته باشید که از کجا اومده. حالا پرسش شما پس حرف این است که اون چیزی که ظاهری است که کمی متفاوته برای پسرتون مهم نیست. حالا شما نگرانیتون چیه؟ من نگرانیم اینه که این رابطه از سر ترحم شروع شده اینجوری که پیداست و مشکل نه صبر کنید. نه شما همجوری که نمیتونید احکامو صادر کنید.
آیا پسر شما حرفایی زده و کارهایی کرده که به نظر شما اومده خواسته ترحم کنه به دختر درمونده بیچاره؟ یا اصلا بله، این من در داشتم همینو از میکردم، این رایت دادن این خانم نه به نه سر من توی نه. راه یکی دو بار که ایشون رایت داده به پسر من، پسر منم فکر کرده فقط مثلا لطفی داره میکنه که ببرتش، تو ماشین نشسته و صحبتی با ایشون نکرده. بعد این دختر خانم رفته خونه گریه کرده، به دوستاش گفته که آره این با من صحبت نکرد و به من مثلا علاقه نشون نداد. بعد این به گوش پسر من رسیده که این رفته خونه گریه کرده، دفعه بعد مثلا شروع کرده باش صحبت کردن و همین صحبت کردن و چند دفعه بیرون رفتن و دوباره دیگه جدی شده. نه نه، ببینید سرگاه خانم، شما دلتون میخواد یه نتیجه گیری هایی بکنید که ارتباطی به واقعیات نداره. این مسائل مسائلی است که باید آشکار آشکار مشخص شده باشه، یعنی مثل یه چیزی است که در دادگاه ثابت شده، همه اسناد و مدارک اونو میگه، خلافش هم نیست. شما حرفتون اینه، من اینو میخوام مطمئن بشم، بریم موضوع بعدی، که پسر شما از سر ترحم به ایشون رفت. نه، هر آدمی وقتی ببینه یه کسی اینقدر علاقه منده بهش که میره خونه گریه میکنه، فکر میکنه خب بذار دوستش باشه. پسرا که اینی که بفهمم که اصلا دیگه فکر کنه چرا دوستش نباشه، ولی به ترحم ارتباط نداره. این مورد اول، حالا بریم از اون بگذاریم. مورد شما، این اطلاعاتی که رفته خونه به خواب دوستاش گفته، دوستاش به دخت پسر شما گفتن، اینا رو کی برای شما تعریف کرده؟ خود پسرم اینا رو. حالا به من بفرمایید، پسرتون آمد گفت، حالا میشه فهمید که شاید انگیزه و چرایی رفتار پسرتون، میشه فهمید پسر شما این داستان رو چگونه تعریف کرد؟ گفت یه دختری من رایت داد، بعد دیدم که بهش من اعتنا نکردم، رفته گریه کرده، بعد من دلم خیلی سوخت، باش حرف زدم، بعد با هم دوستی رو به خاطر دل سوختن. نه، اون نگفت که من دلم براش سوخت. ولی خب آخه اون خب شما که نمیتونید نتیجه گیری کنید. مثلا باور نمی کنم شما اینجوری که نمیشه به مسائل رسید. بنابراین اون نیست، بنابراین به من بگید خب پس نیست، پس از سر دلسوزی نیست. حالا پسر شما با این دختر خانم ارتباط داره، دو تا بچه 18 ساله هستن، شما چرا اصلا موضوع رو مهم و جدی میگیرید؟ چه معنی داره؟ من آره، اولا که خانواده اینا خیلی اصرار دارن که بیان مثلا ما رو ببینن. اصلا شما هیچ دلیلی برای هی سب کنید توی کانادا وقتی پسر و دختر 18 ساله با هم دوست میشن، هیچ پدر و مادر رو نمیافتن برن خانواده اون پسر و دختر. دقیقا منم همین رو به پسرم میگم. الان 3-4 باره هی میاد به من میگه باز دوباره هیچ علاقه به دیدار اونا ما نداره، بلکه اصلا به من مربوط نیست. تمام شد. منم همین رو گفتم. شما بنابراین پسرتون حرف نیست که من اصلا دلیلی برای دیدار نمیرم. که ببینم؟ برای چی ببینم؟ بنابراین شما هم نگران باشید. نه خود. همه به هم میگن که خب اینو جدی نگیر، اینو بچه هم. سرکا خانم، شما لطف کردید روی خطش فوردید. من با اینکه بقیه به شما چی میگن کاری ندارم. جواب اونا رو نمیخوام بدم، نظرم ندارم. خدمتتون عرض کنم شما موضوع جدی نگیرید. حالا بقیه هم گفتن یا نگفتن، ولی اصلا شما چرا موضوع اینقدر بزرگ کردی؟ من نمیخوام موضوع جدی بگیرم، ولی چون میدونم پسرم این موضوع رو خیلی جدی گرفته و خب گرفته. شما نگیرید. من نگفتم. نه صبر کنید، من که نگفتم پسرتون جدی نگیره. من گفتم پسرتون همه چی میتونه باشه، شما جدی نگیرید. حالا به من بفرمایید آیا پسر شما یه پسر خلوچلیه؟ نه، خیلی پسر مهربون و مهربون اولین که از خودش مواظبت و مراقبت میکنه. مهربون خودشو دست کسی نمیده. مهربون برای کسی ترحم نمیکنه. مهربون دلسوزی برای کسی تو ازدواج نمیکنه. مهربون یه کمک به اون آدم میکنه، میبینه دختر ناراحت، پول بهش میده، میگه برو دکتر. ولی خب زنش نمیشه. شما راجع به این مسئله چیه؟ هیچی، به نظر من هیچی. شما بی خودی بازی دارید در میارید، بس که پدران شاپسرتون رو میبرن و میخوان یه بلای سرش بیارن. ویل کنید عزیز. دیدید که منم صراحتاً حرفم بود، معنی نداره. پسرتون با اون دوست نگران هیچی هم نباشید،
نه میبرنش نه میخورنش نه هیچی، پسر میمونه دست خودتون. مثلا اگر که حالا گیریم که این رابطه تا آخر دوره دانشگاهشون هم داشته باشن و بخواد جدی بشه، مثلا یه همچین مسائل در خانواده اینا هست. آخه عزیز من شما وارد چه بحثایی دارید؟ اصلا من باور نمی کنم شما. شما الان فرض رو بر این میگیرید که اینا 3-4 سال میخوان با هم باشن و با هم خواهند بود، بعد از 4 سال میاد میگه من میخوام این رو بگیرم. خب اون موقع حرف این است که پسرم کیو میخوایی بگیری؟ از شد بایپولارن، این بایپولاره، به شما میگه مهم نیست، منم دارم میخواد دوتا بچه دیوونه از این داشت باشم. خب داشت نکنید عزیز شما، اصلا من نمیدونم چرا اینقدر موضوع جدی گرفتی. خب من نمیخوام بکشه به اونجایی که این دیگه شما دست شما نیست دنیا اصلا همچی الان ابدا این رابطه صبر کنید. چرا همه به شما میگن مهم نیست؟ برای که همه میدونن با گذشت زمان از 100 تا این رابطه 95 روش تموم میشه میره، 98 روش تموم میشه میره. شما چرا نگرانید که این داره یه چیزی بیلد اپ میشه، ساخته میشه به تدریج، مراحل مختلف عشق داره روی هم انبار میشه. حالتون خوبه؟ چی گفته اینا؟ چرا میگن این موضوع اهمیت دارید؟ برای که همه میدونن پایان این تمومیه، اینا یه مقدار پسر بازی، دختر بازی، لوس بازی تموم شه میره. خب پسر شما نمیشناسم آقای دکتر. اصلا نمیشناسید. اگه میشناختید این حرفا رو نمیزدید. شما کجا میشناسید؟ ویل کنید خانم، هیچی. شما اصلا نمیفهمیدم به شما مربوطه. 4 سال دیگه زنگ بزنید بعد من راضیش میکنم ازدواج نکنید. چیزهایی میگید باور نکردنی. بیکاری دوسرتون سر رفته دنبال ماجرای عشقی برای پسر در حال ترحمتون میگردید. همسرتون هم درگیر نکنید، بی خودی هم باش حرف نزنید، کاری هم به کار پسرتون نداشته باشید. اصلا گویی برش مهم نیست با دوست پسرش رفته بیرون یا آمده یا نیامده، هیچی به رو خودتون نیارید. خودتون هم خلاص کنید، 4 سال بعد 6 سال بعد زنگ بزنید و هر چی دلتون بخواد به من حرف بد بزنید. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم. خیلی ممنون.